در سلسله رقابتی میان کاندیدان حزب جمهوری خواه برای ریاست جمهوری امسال ایالات متحده، دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق این کشور و نیکی هیلی والی سابق کارولینای جنوبی امروز در ایالت نیوهمپشیر به مسافه یکدیگر می روند. انتخابات مقدماتی میان هر دو کاندید در این ایالت در حال جاری می شود که دونالد ترامپ هفته گذشته توانست تا در ایالت آیووا برنده گردد. جزئیات بیشتری مازور از همکارم سید عزیز الرحمن می‌شنویم. آقای عزیز، روند رای‌دهی در نیوهمپشیر چطور جریان داره و آیا احتمال برنده شدن کدام یک از کاندیدا در این بیشتر است؟ خب، روند رای‌دهی در ایالت نیوهمپشیر ساعت 12:01 شب آغاز شده و این روند امکان میره که تا ناوقت امروز در بخش‌های مختلف از ایالت البته ادامه داشته باشه و با آغاز این روند نیکی هیلی توانست که در یکی از حوزه‌های انتخاباتی پیروز شود، لیکن نظرسنجی هایی که اخیراً در این ایالت صورت گرفته نشان می‌دهد که دونالد ترامپ حمایت 57% را دارد، در حالی که نیکی هیلی تنها حمایت 38% را در این ایالت دارد. البته انتخابات مقدماتی امروز در نیوهمپشیر در حال برگزار میشه که دو روز قبل رقیب عمده دونالد ترامپ در حزب جمهوری خواه یعنی راندی سانتوس والی ایالت فلوریدا از مبارزات انتخاباتی دست کشید و به نفع دونالد ترامپ حمایت خود را اعلام کرد. بناهن دیده شود که نتایج انتخابات امروز به کجا خواهد رسید و همچنان پس از اینکه انتخابات مقدماتی در تمامی ایالت ها برگزار شود، حزب جمهوری خواه کنونسیونشان در ماه جولای برگزار می شود و در این کنونسیون نامزد نهایی خود را بر انتخابات عمومی انتخاب خواهند کرد تا در مصاف رقیب دموکرات یا کاندید دموکرات انتخابات رقابت کنه. بله، خب سوی رئیس جمهور بایدن هم با عنوان کاندید حزب دموکرات مبارزات انتخاباتی خود را شدت بخشیده. کمی بیشتر روی کمپین آقای بایدن معلومات بده. خب، مبارزات انتخاباتی رئیس جمهور جو بایدن از آغاز ماه جنوری امسال در ایالات های مختلف راه اندازی شده. امروز هم رئیس جمهور بایدن در ایالت ویرجینیا خواهد بود و یکی از موارد عمده‌ای را که در جریان این کمپاین ها رئیس جمهور بایدن بر او متمرکز است، موضوع حفظ حق سقط جنین است در ایالات متحده. البته معاونش کاملا هریس که معاونش در تکت انتخابات هم است، خانم هریس نیز روز گذشته یک سلسله از سفرها را به ایالات های کلیدی ایالات متحده آغاز کرده و امروز با رئیس جمهور بایدن در ویرجینیا در یک گردهمایی شرکت خواهد کرد. حزب دموکرات نیز قرار است که با دنبال کنونسیون حزبی جمهوری خواهان در ماه جولای کنونسیون خود را در ماه آگست برگزار کنند و کاندید یا نامزد نهایی خود را که احتمالاً رئیس جمهور جو بایدن خواهد بود معرفی کنند تا در انتخابات عمومی ماه نوامبر شرکت کنند. بله، ممنون و تشکر از شما. سپاس.